سلام دوستان عزیزم، به یک برنامه دیگه از میز گرد ما خوش اومدید. من مرضیه سمایی در خدمتتون هستم. امشب میخوام یه استارتر درست کنم و اونم هوموسه که بچه ها خیلی دوست دارن. گفتم شاید شما خیلی دوست داشته باشید و بخواین امتحان بکنید. مواد لازم این هوموس عبارت از نخود، نخودی که توی آب گوشت میریزید. این نخودو من از شب قبل خیسش میکنم که حسابی خیس بخوره و هم باد نداشته باشه که یه عده نفخ میکنن و اذیت نشن و همین که نخود ما زودتر پخته بشه. یه عده هستن که هوموس رو ساده سرو میکنن، فقط روش روغن زیتون میریزن. معمولا ترکا و رستورانهای ترکی و ایرانی هوموس رو ساده سرو میکنن، اما رستورانهای لبنانی یه مقدار گوشت و قرمه میکنن. من نمیدونم که منظور اینه که گوشت رو سرتفت میدن، توی مشهد میگن گوشت قرمه. یه مقدار گوشت و قرمه میکنن و اون قرمه رو میریزن روی هوموس. اگر گوشت دوست دارین خیلی بیشتر میتونید ازش لذت ببرید. حالا من بهتون نشون میدم که چه کارهایی رو میکنیم. ایشالا که شما هم توی خونه هاتون درست بکنید و لذتش رو ببرید. یه چایی میریزیم. این قوریایی منم تازه از ایران اومدن، ببینید چقدر خوشگلن، چند تان، ولی یکیشون توی راه شکسته. چای تازه دم، چایشم از ایران اومده، چای لاهیجان. چای لاهیجان معمولا خیلی کمرنگه، کمرنگتر از بقیه چای یا مثل چای گلستان و بقیه است. من چای لاهیجان و چای گلستان رو مخلوط میکنم، اما این دفعه فقط چای لاهیجانه، چون که من کمرنگتر رو بیشتر دوست دارم، ترجیح میدم. به به، بریم با هم آشپزخونه. دو تا پیمانه پلو پز نخود رو خیس میکنیم. من اینو نمیشورم، میریزم توی ظرف. حالا روش آب میریزم. اینو خیسش میکنم تا فردا و تقریبا 14 ساعت 15 ساعت اینو میذارم خیس بخوره. حالا فردا میایم نگاش میکنیم ببینیم چه شکلی شده. این نخودایی که دیشب خیسشون کردم ببینید چقدر درشت شدن، حسابی خیس خوردن، درشت شدن. شستمشون حسابی، آبشو عوض کردم، شستم. حالا بهش آب اضافه میکنم. شعله گازم رو روشن میکنم. قابلمم رو میذارم روی گاز تا نخودا بپزه. ما این نخودمون رو هی همش میزنیم تا پوستاش کم کم ازش جدا بشه. مرتب همش میزنیم. به سیر لازم داریم، یه دونه لیموی تازه و تهینی یا همون ارده و روغن زیتون. و به خاطر اینکه من میخوام هوموس رو مدل لبنانی درست بکنم از گوشت استفاده میکنم. گوشتم به این ترتیب که اول این پیاز رو، یه عدد پیاز رو نگینی خوردش میکنیم، میریزم توی قابلمه. میذارم روی گاز. یه کوچولو روغن هسته انگور بهش میزنم، خیلی کم چون گوشتمون چربی داره. حالا گوشت رو خورد میکنم. گوشتمون باید خیلی خورد بشه.
البته من دارم این گوشتو خوردش میکنم به این مقدار، ولی اصلا این مقدار گوشت لازم نیست، چون این گوشت فقط واسه تزیین روشه. اینو من شستم قبلا، با این پیاز مخلوط میکنم. میذارم تا با هم دیگه سرخ شد. ببینید نخودمون رو همونطوری که بهتون گفتم هی همش زدم، پوستاش میبینید خودش جدا شده. الان اینو میریزم زیر شیر آب سرد، پوستا خودش میاد بیرون. ولی قبل از اینکه بذارم زیر شیر آب سرد، یه استکان از آبش رو خالی میکنم. گازو خاموش میکنم، اینو میذارم زیر شیر آب سرد. میکنم این پوستا خودشون میان بیرون. میبینی خود پوستای نخود جدا میشن و میان بیرون. راحت‌تره تا اینکه بخواین شما دونه دونه پوست بگیرید. ببینید چقدر پوست میاد بیرون. پوست رو آب می‌برم. ببینید من با دستم ماساژشم میدم، همه این پوستا میان بیرون. دوباره یه ماساژ میدم. اگه اینجا رو نگاه کنید میبینید همش پوسته، پوست نخوده. بازم یه ماساژ دیگه اگه چیزی مونده. چندین بار این کارو تکرار میکنم. دیگه پوستی نمونده. شما توی سینک رو نگاه کنید چقدر پوست نخوده. اینا همه پوست نخود. خیلی راحت پوستاش در اومد. یه آب دیگه هم میزنم. دیگه هیچی نده. اگه تک و توکی هم داشته باشی دیگه زیاد مهم نیست، هیچ اتفاقی نمیاد. این مرحله خیلی مهمه که شما پوست رو بگیرید. زیادم کار سختی نبود.
خدای شسته شده ما بدون پوست. من اینو یه همش میزنم، شعلهشو کم میکنم تا بقیه کارامونو میکنیم. شعلهشو کم میکنم تا با دل خودش سرخ بشه. حالا نخودامونو میریزم توی مولینکس. نخودا رو ریختم توی مولینکس. فعلا فقط نخود با آب نخود. معمولا فلفل سفید توش میریزم. من الان فلفل سفید نداشتم، از فلفل سیاه استفاده میکنم. سیرمونم الان اضافه میکنیم بهش. حالا آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم. نمک رو یه قاشق مرباخوری نمک من میریزم. حالا روغن زیتونمون رو فعلا سه تا قاشق روغن زیتون ریختم، همش میزنم. باز میکنم دوباره همش میزنم. حالا تهینی یا همون ارده رو چهار تا قاشق تهینی یا همون ارده بهش اضافه کردم. دوباره مخلوطش میکنیم. قبل از اینکه مخلوط کنیم یه سری به گوشتمون میزنیم ببینیم در چه حاله. ببینید گوشت مشغول سرخ شدن و فوق العاده عالی. الان به گوشتمون ببینید چقدر خوش رنگه. حالا که تهینی رو اضافه کردیم، آب لیمو، تهینی، نمک، فلفل، سیر، روغن زیتون، حالا دوباره ذرات یک کمی درشت‌تر باشه. سس ما به این شکل آماده است. من میذارم توی ظرف. این مقدار حموس رو من میریزم توی این ظرف. حالا تزیین کردنش رو بهتون نشون میدم. مابقی حموس رو میخوام بذارم توی یخچال و برای اینکه حموس سیاه نشه روش و روغن زیتون میریزیم. و هنوز یه ظرف دیگه هم اینجا داریم که میتونیم بذاریم توی یخچال و تا یه هفته میتونیم ازش استفاده بکنیم. به این شکل هم تزیینش میکنم. یه کوچولو فلفل قرمز، روغن زیتون، پخشش میکنم توی بشقاب.
حالا با قاشقمون انواع و اقسام میتونیم تزیینش بکنیم. این هم یه مدل تزیین دیگه است. ببینید. به این شکل با چنگالمون تزیینش میکنیم. یه کوچولو فلفل قرمز همه جاش می‌ریزیم. روغن زیتون. هم حموس اضافی ما که درشو میبندم، هوا نمیره به هیچ عنوان، میذارمش توی یخچال. این هم از حموس خوشمزه ما و البته خب شام خودمونم اینجا سر میزه. این استارتره. حالا ببینیم که طعمش چطوری شده. شما امتحان بکنید ببینم که نظرتون چیه. چشم. شما همیشه همه چیزایی که درست میکنین نامبر وان. به خاطر همین من وزنمون نمیتونم. بله وزنمون نمیتونیم کنترل کنیم راجع به چیزایی که شما درست میکنین. ممنون. به 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 از گوشتش هم بردارین دیگه. چشم. من کمتر با گوشت دوست دارم ولی حتما این کارو میکنم چون گوشت مال عربا است، لبنانی است. بدون گوشت مخصوص ترکا رستوران های ایرانی ها من تهران دیدم بدون گوشت بود. بله ولی لبنانی ها با گوشت درست میکنن. حالا من یه دونه با گوشتش رو امتحان میکنم. عالی شده. عالی. البته مقدار بعضی چیزا دوست داشتنیه. شما مثلا سیرشو میتونه کسی بیشتر بخواد بکنه و یا ترشیشو با آب لیمو. ولی این عالیه برای من که همه چیزش عالی. منم فکر میکنم که سیرش خیلی اندازه است. چون اگه بیشتر از این باشه خیلی خوشمزه تر میشه. ممکنه بوی سیرش یه مقدار اذیت بکنه و دوست نداشته باشید. اما الان سیر این حموس رو خوشمزه کرده. طعم سیر توی حموس خوشمزه شده. ولی زیاد نیست. و همینطور گوشتش هم خیلی خوشمزه است وقتی مخلوط میشه با حموس. البته میگم که یه غذایی که میتونه بدون سیر بدون گوشت باشه و در اصل بدون گوشت باید باشه و خیلی خیلی خوشمزه، راحت نسبتاً درست کردنش. خیلی راحته. مخصوصاً تو کشورهای اروپایی چون چیز هست. تین قوطی نخود هست، قوطی نخود پخته آماده هست. فقط کافیه که شما پوستشو بگیرید و مولینکسش بکنید، مخلوطش بکنید. خیلی راحته. تهینی هست، همون ارده قوطی و نخود آماده هست. فکر میکنم کلن 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه درست کردنش واسه اون قوطی های نخود آماده. بله. و طعمش هم هیچ فرقی نمیکنه. میکنه؟
غذایی است که قیمتش هم در شرایط فعلی میتونه خیلی مناسب باشه. بله. در صورت عالی است. خیلی خیلی خوشمزه شده، همه طعم ها مخلوط شده و یه استارتر خیلی خوبیه و با گوشت میتونه که اگه شما دوست دارین یه شام آماده و حاضری بخورید، با گوشت هم میتونه که یه شام حاضری باشه براتون، چون گوشتش هم خیلی سریع پخته میشه. برای شما برنج بریزم. مرسی، خیلی کم. همیشه بهتون خوش بگذره، سالم باشین. امیدوارم هر جای جهان که هستید همیشه صحیح و سالم و شاداب و خندان باشید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید. مرسی. به اینستاگرام میزه گرد ما هم یه سری بزنید. مرسی، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.